حالا بس این است که پوتین و رژیم دارن بر ضد آمریکا با هم سازش میکنن برای شکستن تحریما، و همچنین که خود پوتین هم الان در تحریمه، که بیایید پایا پای معامله کنیم، کمر پترودلار رو بشکنیم. چرا من معتقدم با همه این نظریاتی که مطالبی که عنوان کردیم، یک تحول جهانی اتفاق میافته. حالا پروفسور جوزف نای از دانشگاه هاروارد میاد، رئیس تریتاریان کمیشنه، میگه جنگ نرم بهتر از جنگ گرم آقای بوش و چینیستا. ایشون و تمام این در و دسته در واقع جلوی این به اصطلاح جنگ های تحمیلی رو گرفتن و شروع کردن بازی جنگ نرم، بهارین، بهار عربی، بهار قبقازی، نمیدونم همه هستن. اما ببینید، یک مطلبی یک روز پدید آمد، بلاگر ورسس بولت. یعنی ما به عصری رسیدیم که بلاگرها می توانند در مقابل گلوله بایستند به خاطر تکنولوژی. همین الان در اوکراین همینه، در اون بازی بهار عربی هم همین بود، یادتونه؟ عصر بازی های دیجیتالی. یک روز آقای برژنسکی 1968-67 کتابی نوشت، عصر تکنوترنیک، گفت این وسایل تکنولوژی دنیا رو تغییر خواهند داد. ببینید، وقتی جنبش سبز رخ داد، اول نگاه کنید، در تمام دنیا دیگه شما نمیتوانید، دیگر شما نمیتوانید از دیدگاه چشم سوم پنهان بشید. یعنی چی؟ هر کسی با یک سلفون میتونه تمام اسرار شما رو فاش کن. شما بهترین نظامی ها رو وارد بازی کنید، باختید. همین جنبش سبز که رخ داد، من اون مدت به مرخصی اجباری رفته بودم و مطالعه میکردم. جنبش سبز رخ داد، همه زدن انقلاب تویچری در ایران، در که قبلن ایوگنی مازوروف گفته بود اولین انقلاب نه رنگین تویچری رو ما در مالدویا کردیم، زیادم موفقیت آمیز نبود. پس بنابراین فکر کردن که انقلاب تویچری در ایران اولین انقلاب رسمی تویچری در دنیاست. اما ایوگنی مازوروف که خودش در واقع گرداننده این فکر بود، اصلا خودش پدرخوانده انقلاب‌های دیجیتالی و به اصطلاح توییتریه، ایشون گفت در ایران در واقع ما یک نوع سقوط هم دیدیم، یک نوع در واقع سراشیبی هم دیدیم. چرا؟ یک نکته بسیار زیبا اشاره کرده بود که خود من همون موقع همین رو متوجه شده بودم، بیرون نشسته بودم و نگاه میکردم. ببینید، زمانی که جنبش سبز شروع شد، حالا چه موافق چه مخالف، من دارم بازی رو برای شما تشریح میکنم، در واقع بچه ها با تکس کردن، MS هرچه بود، توییت کردن، فیسبوک نوشتن و هم خبر میدادن. اوکی؟ همیشه هم همینه. این وسایل مدرن تکنولوژی به شما کمک میکنه حتی غریبه ها را هم به میدان فرا بخونید. اما آقای ایوگنی مازوروف یک نکته جالبی رو اشاره میکرد، چون خودم هم برخورد کردم. ببینید، اون موقع یک سایتی بود به اسم تهران تریبیون، اگه بیورو، تهران بیورو، آقای روبرت درایفوس که قبلا در اگزیکیتیو اینتلیجنت ریویو آقای لیندن لاروش کار میکرد، کتاب گروگان خمینی رو نوشته بود، ایشون در اونجا بود. یه مهندس سهیمی هم بود، ایرانی بود، ترجمه میکرد، مطلب مینیمش معلوم بود، طرفدار به اصطلاح سبزاز، یه دختر خانم ایرانی بود، یک آمریکایی بود. آقای مازوروف یه حرف قشنگ زد، چون من همین رو در اینجا میدیدم از دور. ببینید، اونهایی که در خارج از کشور بودن و به زبان انگلیسی مقاله میدادن یا توییت میکردن، فیسبوک داشتن، سایت داشتن، نیمی از خبراشون کاذب بود، چون در صحنه نبودن، اون گونه که میخواستن تعبیر و تفسیر میکردن.
و خوراک میدادن به غربیا. چرا؟ من از سی ان ان شنیدم، سی ان ان گفت مصباح یزدی فتوا داده که آقای احمدی نژاد انتخاب بشه. نقل قول از یک مأخذ ایرانی که همین تهران تریبیون بود، یا بیرو بود، تهران بیرو، تریبیون مال آقای مال ولتر تریبیونه. خب حالا شما نگاه کنید. بعد نکته دیگری که اشاره کرده بود، گفته بود اونهایی هم که در داخل ایرانن و مطلب میدن، چه توییت میکنن، چه روی سایت ها میرن یا بلاگرن، اونها به زبان انگلیسی می نویسن، خارجی ها بلد نیستن، پس یه نفر باید برای اونها ترجمه کنه. پس بنابراین در نیمه راه انقلاب توییتری ناموفق شد. بس جالبیست. حالا ما قبول داریم که اون موقع تغییر دو ادمینستریشن آمریکا تاثیر خاصی داشت، چون جنبش توییتری رو در واقع، یا جنبش رنگی سبز رو، ادمینستریشن بوش را انداخته بود، نئوکانهان، نو محافظه‌کارا، این همه ما میدونیم. خب چرا؟ اون چهار نفری که در داخل پیشتاز بودن، هر چهار تا در ایران گیت بودن. رفسنجانی بود، محسن رضایی بود، میرحسین موسوی بود، آقای کروبی بود. خب اینا در ایران گیت هم بودن. حالا بعد یک کمدین دیگری پیدا شد به نام روحانی که گفتن، الیور نورت گفت من با اینم ملاقات کردم. خب بنابراین توجه داشته باشید، دلیل شکست به جز بازی های جهانی، چون ادمینستریشن اوباما به بهار عربی فکر میکرد، میخواست اخوان مسلمین بر سر کار بیان، اما در استیت دیپارتمنت خانم هیلاری کلینتون کار قشنگی کرد، حتی با شرکت توییتر رابطه برقرار کرد به سفارش جرارد کوهن که معتقد بود این توییتر برنده میکنه جوانها رو، و دیدید نظریش در مورد قاهره یا در مورد اون میدان التحریر به واقعیت پیوست. در واقع آنجا بود که به اصطلاح انقلاب توییتری به نتیجه رسید، یعنی آمدن و آقای حسنی مبارک را با پروژه الکافیه بیرون کردن. خب پس میبینید که این بازی توییتری همچنین ادامه داشت. در مصر موفق شد، در ایران ناموفق مون. چرا؟ ما چون آدم های دو دوزه بازی هستیم، راستشو بگم ما به هیچ اعتقاد نداریم، ما با شرایط بادیم. برای همینم هم نگاه کنید، ما هر کاری رو کردیم آخرش یک جا کم آوردیم. برای همینم هم من همیشه معتقدم این مصدقی ها هنوز هم یقه همه رو گرفتن، چون خودشون کم آوردن. چرا پشت آقای مصدق نایستادی؟ چرا خیابان ها رو قراغ نکردی؟ مگه محبوبیت ملی نداری؟ الان آقای روحانی عربده میکشه من مردم رو به خیابان میارم. خب بیار ببینم چند هزار نفر میاری، سر رایانه ها باختی. خب بنابراین نگاه کنید این بازی. ولی در مصر تصمیم گرفتن آقا رو بیرون کنن، آقا رو بیرون کردن. زیباترین فیلم ها رو ما دیدیم، مگه نیومدن جوونا؟ آمدن آقای حسنی مبارک بیرون کرد، درسته؟ حالا از بدشانسی اونا طبق بازی های جهانی اخوان و مسلمین اومد. خب این تم از 1978 در پروژه بوده که خاورمیانه رو واگذار کنیم به اخوان و مسلمین. حتی خمینی که اومد، همین آقای روبرت دریفیوس که این روزا طرفدار شده بود یه چیزای دیگه مینوشت، همین گفت گروه اخوان و مسلمین در ایران پیروز شد. الان بیروت خان نازنین همکار جوان سال من درباره مؤتلفه حرف میزد که در ایران چه قدرتی داره، چگونه کار میکنه. خب به ساختار سیاسی ایران آشناست. خب همین مؤتلفه و نواب صفوی اینا همه اخوان مسلمین بودن، خود آقای کاشانیش هم اخوان مسلمین بود، خلخالیش هم بود. خب بنابراین اما چون ما برای نسل آینده صحبت میکنیم، ضمن این که اطلاعاتو میدیم باز میریم بگیم. ببینید ما به اصلی رسیدیم که همون جوری که امبسادور پالمر گفت، تا 2020 هیچ دیکتاتوری در دنیا باقی نمیمونه. چرا؟ نسل نسل توییتره. این گنجشکک اشی مشی میتونه بزرگترین دیکتاتوری ها رو به زیر بکشه. امروز گوگل دنیا رو اداره میکنه، اپل مارکیز که کوکاکولا رو کنار گذاشته در آمریکا، اعتبار آمریکا اپل. نگاه کنید فیسبوک رو نگاه کنید،
حالا این تیکه توییتری رو ببینید، زیباترین تیکه است. مرسی تونی. بسیار جالب، بسیار ظریف کار کرد. شما میتونید بگید این موسولینی بود، میتونید بگید پینوشه بود، میتونید بگید جنرال ویداله و خونتای آرژانتینی بود، میتونستید بگید پاپ بود، میتونستید بگید روحانیت به اصطلاح خرافاتی بود، میتونستید بگید قذافی بود در شنزارها فرار میکرد، یا حسنی مبارک یا بن علی یا هر کسی دیگری. ولی واقعیت امر اینه، دیگر نمیشه پشت دیوار پنهان شد. این اصل قضیه است. حالا آیا در ایران بچه های ما خواهند باخت؟ همین جوری که در فیسبوک بهش اشاره کردم، ما باید از این متریکس خمینی بیاییم بیرون. فرهنگش، اندیشش، تفکرش، رفتارش هیچ ربطی به اسلام نداره، فاکتور دینی نداره. احمد جنتی یا احمد خاتمی یا اون آقای مصباح یزدی، خود خامنه‌ای و رفسنجانیش فکر میکنید مسلمانن؟ بله مسلمان زاده هستن، ولی به خاطر اسلامه. شما که تا دیروز همه آقای رفسنجانی رو نفرین میکردید، آقایون نقالان و شومنهای تلویزیونی و سایت نویسهای محبوب، تا یک مدت پیش در زمان آقای خاتمی یادتون هست؟ حالا بپرسید از آقای گنجی، از آقای حجاریان، از نوریزاده، از بینود، دوستان من، چه شد ناگهان همه رفتید دست بوسش؟ این متریکس مشکل ماست. احمدی نژاد با همه حماقت‌های سیاسیش یک کار خوب انجام داد. بعد از فیلم مارمولک، این مارمولک‌های مذهبی رو دور انداخت. شما هر جایی می‌دیدید آنتوراژ می‌رفت، یک یا دو مذهبی بود. بقیه یا حالا مثل همینا دکترای کاذب داشتن یا نشن به خودشون مربوط بود. ولی یا نظامی پیشین بودن یا به اصلا تکنوکرات بودن، داشتن در واقع بساط نه جمهوری اسلامی، روحانیت رو جمع می کردن. بعد شما رفتید و مجددن روحانیت رو آوردید. الان نگاه کنید، هر جا نگاه می کنید در چهار گوشه ایران، این روحانیت ها صاحب قدرتن. مقصر کیست؟ خود شما، خود ما. ما خواستیم. اما باز من موافقم، چون همیشه میگم ما یک نسل شیک داریم. نگاه کنید، مسلما بچه های من در فیسبوک همه این سوال ها رو برای هفته آینده خواهند نوشت، تفسیرهاشون هم خواهند نوشت، و ما در دوال یک برنامه فیسبوکیست، هیچ ربطی به شماره معکوس نداره. همه این سوال ها و پرسش ها رو
با تونی جوانسال و دیگر بچه ها پاسخ خواهیم داد. البته یادتون نره من اون صفحه رو دوست نازنین جوانسالی به نام امید را انداخت، برای همین ما اسمشو گذاشته بودیم محله فیسبوکی امید. مدتیست کوشان نازنین به صورت ادمین با تونی، منم نیستم، خودشون کاره، فقط من گاهی هستم، اما شما هستید. بنویسید، یک دست صدا دارد.